رساله پولس رسول با کولسیان کولسیان فصل اول از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کولسیا که در مسیح هستند از طرف پدر ما خدا فیض و سلامتی به شما باد هر وقت که برای شما دعا می کنم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم زیرا ما از ایمان شما به مسیح و محبت شما به همه پیروان مسیح آگاه هستیم امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید از این امید با خبر شدید و این انجیل همان طوری که به شما رسید به تمام دنیا نیز رسیده است و به همان نحوی که در دنیا ثمر آورده رشد و نمو می کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده خبر داد به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم ما همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید و دعا می کنم که خدا مطابق قدرت پرشکوه خود و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با خوشی و صبر هر چیز را تحمل کنید پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار ایمانداران مقدس است حصه داشته باشید او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیده و به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است دیدنی ها و نادیدنی ها تخت ها پادشاهان حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده شدند تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد او پیش از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم می پیوندد و مربوط می شود او سر بدن یعنی کلیساست او آغاز است و اولین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد زیرا اراده خدا این بود که مسیح دارای پوری کامل او باشد و خدا به وسیله مسیح جدایی را از بین برده با تمام موجودات آشتی کرد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی را بین خود و هر آنچه در آسمان و زمین است به وجود آورد شما زمان از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود آشتی داده است تا شما را پاک بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد البته به شرط این که ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید این همان انجیل است که در سر تا سر دنیا اعلام گردیده و من پولس خادم آن هستم اکنون
از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما میبینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچی را که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل میکنم. من مطابق وظیفه‌ای که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرار آمیزی که در زمانها و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای ایمانداران مقدس آشکار شده است. خدا صلاح دانست که سر پر جلال و بی قیاس خود را در میان ملت‌های غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به شریک شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تلاش بیکنم و از قدرت بزرگی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.